خونین ترین روز لبنان در 35 سال گذشته، فاز چهارم حملات کمرشکن اسرائیل به حزب الله لبنان و پنهان شدن سید حسن نصرالله پشت سپرهای انسانی. من مهدی مهدوی آزاد، امروز دوشنبه 2 مهر 1403 23 سپتامبر 2024. خانم آقایان، خوش آمدید به چشم انداز. خانم آقایان، در روزی که اخبار غیر رسمی میگه کارگران مظلوم محبوس شده در معدن طبس همشون فوت کردن و تعداد کشته های سانحه معدن طبس بوده 50 نفر رسیده، در روزی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید حکومت ایران با هدف تغییر نگاه جامعه جهانی به جمهوری اسلامی وارد نیویورک شده، قرار هست سخنرانی کنه، در روزی که حرف های در گوشی سیاستمداران درباره اختلافات علی خامنه ای و پسر دومش مجتبی خامنه ای هست، در ایامی که تجمعات اعتراضی ایرانیان در سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی هنوز ادامه داره و همزمان با اعتصاب قضای زندانیان سیاسی اوین، مهمترین خبر به نظر من در منطقه که ما هستیم فاز چهارم حملات کمرشکن اسرائیل به حزب الله لبنان و پیامدهای اون است. خانم آقایان، اتفاقات مهمی افتاده. یه مقام لبنانی به رویترز گفته امروز دوشنبه خونین ترین روز لبنان از زمان پایان جنگ داخلی در سال 1990 تا حالا بوده، خونین ترین روز لبنان در 35 سال گذشته. گالانت وزیر دفاع اسرائیل خبر داده که در حملات اسرائیل ده ها هزار راکت حزب الله نابود شدن. پنتاگون اعلام کرد در سایه به خاطر تشدید تنش بین اسرائیل و حزب الله نیروهای بیشتری به منطقه میفرسته. به ایران دوباره هشدار داد که از تنش ها سوء استفاده نکن. دولت نتانیاهو در سراسر اسرائیل شرایط ویژه اعلام کرده و تنها فرمانده ارشد زنده مانده در زنجیره فرماندهی نظامی حزب الله، تکرار میکنم، تنها فرمانده ارشد زنده مانده در زنجیره فرماندهی نظامی حزب الله لبنان یعنی علی کرکی، فرمانده جبهه جنوب، در حملات اسرائیل کشته شد. ضربات مهلک و حملات باور نکردنی اسرائیل به حزب الله لبنان، روندی که از یک هفته پیش شروع شد و پسرخوانده سپاه پاسداران در بیروت رو زمینگیر کرد، وارد فاز چهارم شده. سه شنبه هفته قبل یادتون هست، یک عملیات حیرت آور آخر زمانی باور نکردنی بی سابقه که بیشتر شبیه فیلم‌های هالیوودی بود، حدود 3000 پیجر ویژه نیروهای عملیاتی حزب الله در چند دقیقه منفجر شد، هزاران مجروح، صدها نیروی زمینگیر شده که چشم‌ها یا اعضای بدنشون رو از دست دادن، روی دست حزب الله لبنان سید حسن نصرالله گذاشتن. فردا اون روز یعنی چهارشنبه باز اگه یادتون باشه بی سیم‌ها، لپ‌تاپ‌ها، سایر ابزارهای الکترونیک حزب الله منفجر شدن، باز هم صدها کشته مجروح روی دست حزب الله گذاشتن. نهایتا جمعه اسرائیل به یکی از محرمانه ترین نشست های نظامی حزب الله لبنان در یکی از مخفیانه ترین تونل های این گروه در عمق اضافی حمله کرد. تقریبا تمام ده فرمانده کلیدی یگان های ویژه رضوان و فرمانده قدرتمند اون یعنی ابراهیم عقیل رو در یک چشم هم زدن نابود کرد. تکرار میکنم، تمام فرماندهان اصلی گردان های رضوان و فرمانده قدرتمندش. سرفراز از تبلیغاتی که صورت میگیره این حملات بسیار عملات دقیق است. حالا امروز در فاز چهارم ده ها هزار راکت و موشک حزب الله لبنان، بله، ده ها سرباز یا فرمانده کلیدی به همراه تنها فرمانده زنده مانده از زنجیره فرماندهی ارشد حزب الله در حملات اسرائیل کشته شدن. این نمودار رو دیدید، ارتش اسرائیل شنبه این هفته این نمودار رو منتشر کرد که نشون میداد با کشته شدن فؤاد شکر و ابراهیم عقیل که هر دو از فرماندهان ارشد حزب الله بوده، فقط دو نفر یعنی فرمانده جبهه جنوب و فرمانده واحد بدر زنده هستند. در نموداری که به شما نشون دادیم دیدید عین نمودار ارتش اسرائیل هست، تغییری هم روش ندیدید. حالا فرمانده جبهه جنوب حزب الله هم حذف شده. بنیامین نتانیاهو در پیام به مردم گفته اسرائیل روزهای پیچیده‌ای در پیش رو داره. آقای نتانیاهو تهدید کرده پروژه‌اش رو رها نخواهد کرد. در تمام جنگ‌های گذشته از جمله در جنگ 33 روزه اسرائیل این تعداد از فرماندهان حزب الله کشته نشده بودن. این باور کردنی نیست. با اینکه همچنان پروپاگاندا و تبلیغات ادامه داره، همچنان حزب الله، جمهوری اسلامی و گروه همسو مثلا کشته شدن یک بچه، یک کودک در حملات پیجری رو بزرگ میکنن، اما واقعیت هستش که این نوع حملات، صرف از اینکه شما اسرائیل رو دوست دارید یا حزب الله لبنان رو، صرف از اینکه کجای دنیا هستید، به کی علاقه دارید، از کی بدتون میاد، از منظر نظامی یکی از بی سابقه ترین و دقیق ترین حملات نظامی بوده. تقریبا تمام شاکله حزب الله را هدف گرفته و تعداد آسیب هایی که اخشار غیر نظامی رسیده بسیار بسیار کمتر هست از حتی حملات دقیق ایالات متحده آمریکا. والا امروز خبر رسیده که حزب الله لبنان و سید حسن نصرالله دنبال یه سیاست عجیب و غریب تر رفتن که البته سیاست کلاسیک جمهوری اسلامی و گروه همسو هست، استفاده از زنجیری انسانی.
اینجا مراد این نیست که بگیم اسرائیل خوبه یا بده یا حزب الله خوبه یا بده. یه سری چیزها غیر انسانیه. سیاست زنجیره انسانی غیر انسانیه. این سیاست سیاستی هستش که اساساً این روزها در جبهه بزرگ متعلق به ایران، یعنی هم حوثی‌های یمن، هم هشت شعبی عراق، هم حزب الله لبنان و هم خود جمهوری اسلامی ایران خیلی زیاد استفاده میشه. حتی حکومت‌های استبدادی، حکومت‌های از نظر سیاسی با جمهوری اسلامی شبیه هستند، هم راستش بخواد از این روش‌ها استفاده نمی‌کنن. من ندیدم چین یا روسیه از این روش‌ها استفاده کنه. روسیه تمام تلاشش رو می‌کنه که مزدور استخدام کنه، سربازان خودش سالم بمونن. اما شما در تمام جبهه‌های ایران می‌بینید مردم براشون یک عددند، یک کدند در زنجیره به قول خودشون شهادت. یعنی مردم براشون دو حالتند، یا شما زنده هستید که باید براشون سرباز باشید، یا می‌میرید که باید براشون شهید باشید. مشخصه فرقه های سیاسی، یکی از این گروه های مخالف جمهوری اسلامی که در واقع شبیه فرقه ها شدم همین خصوصیت رو داره. آدم ها براش دو خاصیت دارن، یا شما زنده هستید که باید سرباز باشید و اگر نباشید حتما مزدورید، نامردید، بدید، جهنمی هستید، یا اگر مردید باید شهید باشید. در این صورت حتی اسمتون هم نمیبرن. به کتاب های مدرسه ایران نگاه کنید. این سیاست یکی از غیر انسانی ترین سیاست هایی است که الان داره استفاده میشه و حزب الله لبنان رفته سراغ این سیاست. همین سیاست بود که در حماس چنین فاجعه ای رو به وجود آورد. ببینید اتفاقی که در غزه افتاده از هر منظر فاجعه است. حمله حماس یه گروه تروریستی، اون کارهای کثیفی که در اکتبر کرد حتما تروریستیه، ولی کشته شدن 30-40 هزار شهروند فلسطینی هم چیزی نیست که کسی خوشحال بشه. یه تعدادشون حتما نظامیان حماس بودن، یه تعدادشون حتما شبه نظامیان حماس بودن، اما تعداد زیادیشون حتما شهروندان مظلومن. بعد چند بعضیشون زنانن. محصول در واقع این ماجرا محصول سیاست کلان حماس و گروه همسو هست که پشت سپر انسانی قایم میشن. بعد شهروند بیگناه میره اون پشت، خب یارو اسرائیل میبینه اینا ورداشتن تمام تروریست‌ها ورداشتن تو مدرسه مثلا جلسه گذاشتن، تو زیرزمین بیمارستان جلسه گذاشتن، خب یه روز صبر کنه، دو روز صبر کنه، اگه صبر کنه اونا میکشنه، شلیک میکنه، مجبور شلیک کنه. بعد که شلیک کنه میگم آدم‌ها براشون یا سرباز خوبند یا یه عکس برای دیوار بچسبن به عنوان شهید خوب. بلافاصله شروع می‌کنن پروپاگاندا که آقا این یارو اومده بچه‌ها رو می‌کشه، مظلوم می‌کشه. طرفه نکته عجیب ماجرا این هست که بچه کشترین حکومت‌ها و ساختارها و سازمان‌های سیاسی دنیا الان ناراحته که آقا چرا بچه داره تو غزه کشته میشه، آقا چرا در حملات پیجری نمیدونم فلان کشور اسرائیل به حزب الله لبنان یه دونه بچه مظلوم کشته شده. من قربون بچه برم، ولی حکومت‌هایی که در اعتراضات مردم میگن آقا بنزین رو گیرون نکن 400 تا بچه می‌کشن، میگن آقا روسری تو سرمون به زور نکن 500 تا بچه می‌کشه، میگن آقا بذار خودمون لباسمون انتخاب کنیم 600 تا آدم کور می‌کنه، این حکومت‌ها نمی‌تونن مدعی آزادی بیان باشه، این حکومت ها نمیتونن مدعی حقوق بشر باشن، این حکومت ها نمیتونن صحبت از بچه کشتن یا غیره بکنن. این سیاست بسیار کثیف حزب الله لبنانه. امیدوارم کسی باشه صدای ما رو بشنوه، یا از همین دوستان حزب الله لبنان که فارسی بلدن منتقل کنید که آقا هر کاری میکنید بکنید، پشت دیوار انسانی قایم نشید، پشت آدم ها قایم نشید. به حماس نمیشد اینو گفت، چون حماس به نظر من بعضی از مشخصات حماس به کسی امیدوارم بر نخوره، از انسانیت عدول کرده. حماس فرق داره. حزب الله لبنان رو من منتقدشم، به نظر من گروه تروریستی است، اما از انسانیت عدول نکرده. توشون به هر حال ساختار گروه سازمانه، ایده هایی دارن. آقا پشت مردم قایم نشید، آقا موشک نبرید تو مدرسه، آقا موشک تو بیمارستان نبرید، جلساتون رو زیر مدرسه زیر بیمارستان نگذارید، جایی که شهر تو آپارتمان‌های پر جمعیت نرید پشت قایم شید. در این صورت شما آدم‌های زبون و ترسویی هستید، آدم‌های بدبختی هستید. حتی اگر در و دیوار شهر رو با پول نفت منم از نوم پر کنید از تبلیغات. مریم منظوری روزنامه‌نگار از واشنگتن با ماست، همچنین عرفان ثابتی پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس از منچستر، و من شمیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. خانم آقایان خوش آمدید، خیلی متشکرم که فرصت گذاشتید به من گوش کردید، و عذرخواهی میکنم اگر خیلی با هیجان صحبت کردم. اساسا این سیاست پنهان شدن پشت سپرهای انسانی به نظر من سیاست جنگی نیست، چیز انسانی است، و خب من رو بیش از حد شاید عصبانی میکنه. خانم منظور بذارید اجازه بدید از شما شروع بکنم، هم به لطف خانم بودن شما و هم به لطف روزنامه نگار بودنتون. میشه من آخرین تصویری که در بیروت میگذره رو بگید چی هست؟ چیزی که الان من اسمش رو گذاشتم فاز چهارم، بعد از حمله پیجرها، بعد روز دوم انفجار قطعات الکترونیک و بعد زدن فرماندهان گروه های رضوان، امروز چه اتفاقی افتاده که میگن خونین ترین روز بوده در 35 سال اخیر؟ های پیگیری کردید کسانی که زده شدن در حزب الله لبنان کیا بودن و دقیقاً حزب الله لبنان داره چیکار میکنه تا اونجا که ما مطلع هستیم؟
سلام عرض میکنم آقای مهدوی آزاد، خدمت شما، خدمت مهمانان و خدمت بینندگان. بله، امروز از چندین ساعت پیش تصاویر و اخباری که از شمال اسرائیل و جنوب لبنان، به طور کلی از لبنان میاد بیرون، خیلی تکون دهنده است. ما مدام داریم تصاویر انفجارهای پی در پی رو میبینیم. گفته میشه که شمار کشته شدگان حملات اسرائیل در لبنان به بیش از 270 نفر امروز رسیده و گفته شده که هدف امروز، همونطور که شما در مقدمتون اشاره کردید، علی کرکی بوده. طبق اظهارات اسرائیلی ها، علی کرکی تنها فرمانده باقی مانده از فرمانده ارشد حزب الله بود که در روزهای اخیر در حملات اسرائیل یک به یک کشته شدند. علی کرکی هیچ عکسی ازش منتشر نشده و اگر خاطرتون باشه در پوسترها و تصاویری هم که رسانه‌ها منتشر کردن، به جای عکس او یک علامت سوال قرار داده می‌شد و ما نمی‌دونیم که ایشون شکل ظاهریش چیه. با تردیدهایی هم البته این آمار، این اخبار همراه هست، ولی در هر صورت احتمال اینکه ایشون کشته شده باشه بالاست. گفته شده که هزاران موشک به سمت جنوب لبنان پرتاب شده از سوی اسرائیل. اهداف متعددی که منفجر شدن در جنوب لبنان نشون میدن که ساختمان‌هایی که دارن منفجر میشن، شکل انفجارها که از دور تصویر برداری شده، حاکی از این هست که انفجارات پی در پی داره در اونها رخ میده و این ثابت میکنه و نشون میده که اینها انبار مهمات حزب الله هستن که در مناطق مسکونی جاسازی شدن، عمدن در اون مناطق قرار گرفتن. در سالهای گذشته ما آمار و گزارش های متعددی رو داشتیم مبنی بر اینکه حزب الله عمدن داره موشک‌ها، پهپادها، راکت‌ها و مهمات خودش رو در انبارهای در جوار مساجد، منازل مسکونی، محله های مسکونی، انبار، مزد میخوام، بازارهای مواد خوراکی در مناطق شهری جاسازی میکنه و با توجه به سابقه که در گذشته ما از گروه های مثل حماس و حزب الله در چند ماه گذشته به خصوص دیدیم، این هم باز سندی هست بر این ادعا که نه این ادعا، بر این در واقع آنچه که مشاهده شده مبنی بر این که این گروه ها از مردم غیر نظامی به عنوان سپر انسانی استفاده می کنن. هرچند حزب الله به عنوان یک گروهی که یکی از اعضای مهم محور مقاومت هست، همواره این شعار رو مطرح میکنه که ما جزء مردم هستیم و مردم هم جزء ما. بنابراین اینکه این انبار تسلیحات در کنار منازل مسکونی و مدارس و کلینیک ها و بیمارستان ها و مساجد و اینها قرار داده بشن، یک مسئله عادی هست. و در عین حال وقتی که تصاویر دلخراش کشته شده ها و زخمی ها بیرون میاد، ما شاهد این اطلاع رسانی گسترده در رسانه های بین المللی هستیم، از کودکانی که کشته میشن، از مردم غیر نظامی که ساختمان ها رو سرشون آوار میشه و این تبلیغات گسترده حقوق بشری تمام رسانه های بین المللی رو فرا میگیره و مجددا انگشت اتهام به سمت اسرائیل نشانه میده و اونقدر این بار دلخراش بودن تصاویر و به خصوص همونطور که اشاره کردیم این کودکان بیگناهی که جلوی آتش قرار میگیرن و جانشون رو از دست میدن به عنوان اولین قربانیان این جنگ خونین، در واقع مسئله اصلی، در واقع برافروخته شدن این آتش جنگ رو پوشش میکنه، تحت پوشش قرار میده و در واقع بعد انسانی اونقدر بالاست که دیگه کسی به لایه های بعدی عمدتا توجه نمیکنه. خیلی متشکرم خانم منظوری. دقیقا یه استراتژی قدیمی هست که داره استفاده میشه. منتها در تکمیل یا در ادامه فرمایشتون یه نکته عرض کنم. از حدود 30 دقیقه پیش رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی اعلام کردن که خبر در واقع کشته شدن علی کرکی درست نیست و عملیات کشتن او به شکست انجام میده. من نمودارش هم براتون توضیح دادم. او یکی از دو فرمانده زنده مانده حزب الله لبنان در زنجیره اصلی فرماندهان ارشد بود و فرمانده جبهه جنوب و
امروز گفته شد که عملیات بزرگی که انجام شده با هدف کشتن او بوده. بعد رفت تا رسانه شبیه هارتس تایید کردن کشته شدن او هست. حدود 30 دقیقه 35 40 دقیقه است من آخرین اخبار دیدم تمام کانال‌های تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران اونها به نقل از رادیو ارتش اسرائیل گفتن، نمیدونم درسته یا نه، و خبرنگار تسنیم هم با ویدیو، خبرنگار خبرگزاری تسنیم با ویدیو از بیروت خودش ویدیو داده و گفته که این عملیات موفقیت‌آمیز نبوده. من نمیدونم درست چی هست. بگذارید از جناب منشی امیر بپرسیم. آقای امیر خوش آمدید شما. آقای شما در مورد کشته شدن کرکی اولا خبری دارید؟ و سوال اصلیم این است، شما دفعه قبل که با هم صحبت می‌کردیم پرسیدم آیا حمله‌های پیجری فاز اول از جنگ تمام عیاره، و حالا از شما می‌پرسم آیا امروز روز اول جنگ تمام عیاره؟ بله، در مورد کرکی اسرائیل هنوز تایید نکرده، در ارتش ابراز تردید کردن که این خبر درست باشه، ولی به احتمال 51% درسته. من بارها گفتم و امروز هم دیدیم که روزی که دامنه نبردها به بیروت برسه جنگ واقعی شروع میشه، و جنگ واقعی امروز شروع شد. یعنی اسرائیل وارد عملیاتی در بیروت و نقاط دیگر شد و حزب الله بندر حیفا و اطرافش رو هدف قرار داد. این نشان آغاز یک جنگ همه جانبه است، در شرایطی که اسرائیل دیگه تصمیم قطعی گرفته که وضع رو یکسره بکنه. جنگ در غزه تقریبا میتونیم بگیم که پایان یافته. اسرائیل در ظرف هفته های اخیر نیروهای بزرگی رو به شمال منتقل کرده. ارتش اسرائیل تمام طرح‌های خودش رو بازبینی کرده، تکمیل کرده، بروز آورده و غیره و غیره. از سوی دیگر فشار شدید مردم اسرائیل و به ویژه اهالی شمال کشور که بیش از 11 ماه در بدر شدن و میگن که این وضع دیگه قابل تحمل نیست. و یک نکته دیگر که آقای منشی امیر ببخشید وسط حرفتون میام، عذرخواهی میکنم، من منتقد حزب الله مخالفم، اصلا به نظرم واقعا گروه خطرناکه، منتها خبر شروع جنگ برای من خبر خوبی نبود. خیلی صادقانه میگم دوست داشتم بگید نه هنوز شروع نشده، هنوز مثل دفعه قبل با اطمینان نگفتید، گفتید به الان دارید با اطمینان میگید. اگر شروع شده باشه یعنی میگید آیا معتقدید ارتش اسرائیل به صورت زمینی وارد بیروت خواهد، وارد لبنان خواهد شد؟ میشه بگید که تصویری که الان رسانه ها یا مراکز استراتژیک میسازن، میدونم حدس و تخمین تحلیل هست، آیا پیش بینی یک جنگ زمینی خواهید کرد یا چیز شبیه جنگ 33 روزه بیشتر هوایی؟ بله، انتظار نداشته باشین که من به این سوال شما جواب بدم، ولی جواب میدم که خواهش میکنم برای دیگران تعریف نکنید، و اون این که اگر لازم باشه و اگر شیوه های دیگر برای بیرون راندن حزب الله از جنوب لبنان و تامین امنیت اهالی شمالی اسرائیل مؤثر نیفته، مسلماً این کار هم خواهد شد، ولی این آخرین گزینه‌ای هست که ارتش اسرائیل اون رو برخواهد گزید به علل مختلف، از جمله تلفات انسانی که اسرائیل نمی‌خواهد که هم سربازان خودش کشته بشن و هم سربازان دیگر. آقای مهتبی آزاد، من احترام می‌گذارم به اون آرزوی قلبی شما، من هم نمی‌خوام جنگ بشه، شما هم نمی‌خواید، حزب الله هم نمی‌خواد، اسرائیل هم نمی‌خواد، شاید حکومت ایران میخواد. بله بله، این جنگ های ناگزیره. بله، موقعی که گروه زبون نفهم میفهمه، این تقصیر زبون نفهمی جمهوری اسلامی است. بله میفهمم. یه سوال سخت و سریع میپرسم. ببینید، اسرائیل در مورد برتری تکنولوژیکش و غیره که اساساً حرف نیست، منتها در غزه دیدیم چه گذشت، شخم زد اونجا رو، ولی هنوز یه سری تونلا مونده و هنوز در واقع گروگان ها پیدا نشدن. جنگ 33 روزه هم درست چند میلیارد دلار بعدن علی خامنه ای پول نفت ما رو بدون اجازه برد اونجا هزینه کرد، 2 میلیارد دلار قاسم سلیمانی به روایت سال پارسال حسن نصرالله پول برد، 2 میلیارد دلار دور دیگه دادن، منتها نهایتاً به یک استراتژی مهم، به یک هدف دستاورد بزرگ نرسیدن، حتی زیرساخت ها به صورت جدی خراب نشد. من گفتم این تعداد از فرماندهانی که تو این یک هفته اسرائیل تونسته بزنه در جنگ 33 روزه کشته نشدن. هدف از این جنگ چیه؟ آنها بوده زیرساخت های حزب الله یا رسیدن به یک توافقنامه صلح و آتش بس یا چی؟ اگر شما انتظار دارید که زیرساخت ها به طور کامل نابود بشه، پاسخش منفیه، چنین کاری امکان ناپذیره. ولی هدف این است که حزب الله چنان تضعیف بشه که مانند جنگ دوم لبنان که 16 سال حزب الله جرأت نکرد کوچکترین تعرض و تجاوزی به اسرائیل بکنه، لااقل یک چنین آتش بسی
هر اندازه که طولانی باشه اتفاق بیفته. اسرائیل باید امنیت مناطق شمالی خودش رو تأمین بکنه. شمال اسرائیل برای موجودیت اسرائیل بسیار بسیار مهمه، نواحی توریستی، نواحی کشاورزی اسرائیل، نواحی هستش که تکنولوژی در اونجا خیلی پیشرفت میکنه و باید این خطر رو برطرف کرد. ولی هنوز میشه گفت 10-15% این احتمال وجود داره که از طریق تماس‌های دیپلماتیک بشه این قضیه رو حل کرد. یعنی اسرائیل چنان ضربات سنگینی رو بر حزب الله وارد بیاره که نصر الله که تا حدودی سنجیدگی عقلانی داره بگوید که خب بس دیگه، ما تلاش خودمون رو کردیم و با یک راه حل دیپلماتیک موافقت بکنه، گرچه در حال حاضر کمی بعیده که به چنین هدفی بتونن برسن. خیلی متشکرم. برمیگردیم بعد بحث خواهیم کرد که حتی آیا سفر پزشکیان برای رویکرد جمهوری اسلامی ممکن هست در نیویورک چنین معاهده صلح یواشکی رو شکل بده. برسیم به آقای دکتر ثابتی. آقای ثابتی خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. جنگ بعضی وقتا لاجرمه، جنگ بعضی وقتا طرف خوب داره طرف بد داره، ولی من میگم حتی مقدس‌ترین جنگ هم به حال مصائب خودشو داره. جنگ به خودی خود خطرناک و زشت و نمیدونم، شاید ما که جنگ ایران و عراق رو دیدیم آدم از دست دادیم، با اینکه کوچولو بودیم ترسیدیم، موشک ها اومده بالا سر کوچولو بودیم ترسیدیم گریه کردیم، شاید ما ها از جنگ میترسیم و از هر نوع جنگی میترسیم. و اما آقای ثابتی، صرف نظر از اینکه جنگ خوبه یا بده، دولت ها یه چیزایی رعایت میکنن. این حزب الله لبنان جمهوری اسلامی رعایت نمیکنه. یعنی یادتون باشه چند وقت پیش اون فرمانده سپاه اومد گفت که ما در رفته بودیم در بالکان در پوشش نیروهای هلال احمر رفته بودیم داشتیم کار جهادی میکردیم. نمیکنن حکومت ها، اما اینا میکنن. یا مهمتر از اون استفاده از سپر انسانی است. این کاریه که هم حماس میکنه هم حزب الله لبنان میکنه. میدونم این جنگ دو طرف داره، اما این استفاده از سپر انسانی به نظرتون از منظر اخلاقی از فلسفی چی حکمش؟ خیلی ممنون، با درود به شما مهمانان عزیز و بینندگان برنامه. ببینید داستایفسکی یه جمله خیلی زیبایی داره، میگه که هیچ چیزی در دنیا اونقدر نمیارزه که یک کودک رو به گریه بندازید. یعنی تمام این جاه طلبی های سیاست مداران دنیا یک طرف، به گریه انداختن یک کودک یک طرف، چه برسه به کشتن و قتل عام کودکان. یعنی حالا چون ایام سالگرد جنگ ایران عراق، شما ملاحظه بفرمایید در همین جنگ ایران عراق بر اساس آمار رسمی خود جمهوری اسلامی حدود 550,000 دانش آموز رو به جبهه اعزام کردن، اونم با آموزش نظامی های کوتاه مدت 14 تا 45 روزه که اصلا هیچی تقریبا یاد نمی گرفتن. 30,000 تا کودک سرباز جان باختن، 2,500 کودک سرباز اسیر شدن، 3,000 تاشون جانباز شدن و درصد جانباخته ها و مجروح ها در بین این نوجوانان 13 تا 18 ساله، یعنی حتی داریم زیر 18 سال رو صحبت میکنیم، بیشتر از بقیه گروه های سنی بوده. یعنی یه حکومتیه فعلا مثلا جمهوری اسلامی که اصلا گریه انداختن کودک هیچی، جان باختن کودکان خود ایران هم براش مهم نیست. فکرم نکنیم این فقط جمهوری اسلامی. ببینید جنگ جهانی دوم، این استالین که مثلا قهرمان چپ های اون موقع دنیا بود، ببینید در ازای هر یک سرباز آلمانی 10 سرباز شوروی رو به کشتن داد. بعد دوایت آیزنهاور که اون موقع جنرال آمریکایی بود ابراز شگفتی کرد به همتای تقریبا به مارشال ژوکوف که بعدن هم وزیر دفاع همین شوروی بود، گفت این همه شما کشته دادین. میدونین چی جواب داد؟ جواب اون ژوکوف روس مثل همین مقامات حزب الله و جمهوری اسلامی است، گفت هیچ اهمیت نداره، زنان ما سربازان جدیدی به دنیا خواهند آورد. یعنی کل این ذهنیت میلیتاریزه نظامی تمام اینایی که جنگ دوست دارن اینه که اصلا نقش زن فرزندآوریه، همینجور سرباز تولید بشه که ما بتونیم جنگ هامون رو پیش ببریم، حالا چه تو شوروی باشه، آلمان نازی باشه، ایران باشه، لبنان باشه. اصلا بنده نمیگم که راجع به لبنان، آقای دومینیک اده رمان نویس لبنانی میگن از نظر این حاکمان لبنان نجات حال مستلزم تخریب آینده است و بقای خودشان در گروی تداوم منازعات داخلی. یه اصطلاحی همیشون میگم، میگن تو لبنان هست
به عربی فرق صغیر، یعنی تفاوت ظریف، ولی سر همین تفاوت‌های ظریف تو لبنان جنگ داخلی، دیگر کشی. فقط هم حزب الله نیست، شما نگاه کنید قسمت مسیحیان، نگاه بکنید تو مستندا اسلحه داره، جوان با خودش اسلحه داره و میگه که اگه پیش بیاد میکشم مثلا اون طرف مقابل، همون لبنانی رو. یعنی اینا کشور جوامعی هستن که متاسفانه اگه بخوایم به زبان شاملو بگیم، مزد گورکن از آزادی آدمی اونجا بیشتره. چرا؟ چون ذهنیت اصلا بر جنگ استواره، یعنی صلح حالت غیر طبیعی دیده میشه، جنگ گویی حالت طبیعی زندگی انسان دیده میشه، چون زندگی اصلا ارزش چندانی نداره. تو همین لبنان دست کم در این 7-8 سال اخیر که بنده تا حدی دنبال میکنم، یه چیز خیلی عجیبی میگن مردم، میگن که در لبنان شما دو گزینه دارید. آدم های عادی مصاحبه میکنن تو مستندا من دیدم، میگن تو لبنان به عنوان آدم عادی دو گزینه دارید، یا هواپیما سوار میشید از این کشور مهاجرت میکنید میرید، یا به تدریج در این کشور میمیرید. یعنی به طور مختصر میگن دو گزینه، هواپیما یا تابوت. چون اگه شما اونجا به یه فرقه طایفه ای که میگن فقط هم حزب الله نیست، اون گروه های مسیحی و دروز و سنی و اینا هستن، نمیتونید سالم زندگی بکنید، به هر حال مثلا بیمارم بشید خوب رسیدگی نمیشه، میبینید همین چیزی که تو جمهوری اسلامی هم میبینیم. یعنی خود لبنانی ها میگن 15 سال جنگ داخلی داشتیم، بعد بیش از 30 سال فساد و دزدی از مجاری قانونی، یعنی یک جور زوال زندگی مدنی هست. حالا ما که در جمهوری اسلامی که خیلی آشنا هستیم با این وضعیت، شما ببینید جمهوری اسلامی حتی خود سپاه شلیک میکنه به هواپیمای اوکراینی، میکشه، جنایت به این فجیعی میکنه، بعد آقای حاجی زاده که مقصر اصلی اون فاجعه است میاد چی گفت؟ گفت این کار دشمن بود، در جنگ بالاخره زد و خورد است، دیگه انتقام خون این شهدا را هم از آنها خواهیم گرفت به اذن الله. به شما تسلیت عرض میکنم، تبریک هم عرض میکنم. شما خود فرمانده سپاه تعداد زیادی از شهروندان غیر نظامی ایران رو به قتل رسوندی، بعد میندازی گردن دشمن، بعد تبریک میگی انتقام اینا رو هم از دشمن میگیرم. اصلا این چه ذهنیتیه؟ همون ذهنیت پوتین تو روسیه هم دقیقا همینه. امروز شما صحبت های پوتین هم تو این یه سال اخیر حداقل گوش بدید، هی میگه این زنهای روس فرزند آوری میکنن، ما سربازان دلاور رو به جبهه میفرستیم، همینجوری میکشه. الان به ازای هر یه اوکراینی 3 روس کشته شده. یعنی حکومت های حاکمانی که برای بقای خودشون از هر میلیتاریزه کرد نظامی کردن جامعه استفاده میکنن، و صلح حسن تو سیاستشون مبتنی بر صلح نیست، سیاست رو یه عرصه منازعه میبینن و یه قبیله گرایی سیاسی که حالا بعدن اگه شد راجبش صحبت میکنم، چون بله. یه سوی دیگه هم داره، یک سوی بله راجب سوی دیگهش حتما صحبت میکنیم با هم. خانم منظور، ببین من چند لحظات پیش من دوست خبرگزاری داخلی به نقل از آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران برجسته کردن که او در نیویورک گفته که حزب الله لبنان از حقوق خودش دفاع میکنه، ما هم ازش حمایت میکنیم. آقای عراقچی هم ظاهرا در توییتش نوشته که ما بی تفاوت نخواهیم نشست. منظور اینه که با اینکه ایران جنگ نمیخواد، شواهد نشون میده که جمهوری اسلامی دنبال جنگ نیست، ولی حرفاش به صلح و اینا هم نمیده. اما مقابل ایران جام جهانی هم هست. شما جام جهانی شو به ما بگید، به نظرتون آیا تلاش های آمریکا، تلاش های اروپا میتونه تأثیری بگذاره، میتونه در واقع عوض بکنه سرنوشتی که ما الان فکر میکنیم رو؟ واقعا این سوال 1,000,000 دلاریه که نه من جوابش رو میدونم و فکر میکنم دیگرانی هم هستن مثل من که واقعا نمیشه جوابی برای این سوال بسیار مهم که سرنوشت خیلی میلیون ها انسان رو در ایران تعیین میکنه پاسخی پیدا کنن. اما اونچه که از طرف مسئولان جمهوری اسلامی میبینیم و دیدیم در چند ماه گذشته اینه که امتناع میکنن از اینکه پاشون به نوعی در اقداماتی که گروه های نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی انجام داده علیه اسرائیل در واقع پیچیده نشه.
هر جا که حمله صورت گرفته، چه در مورد حمله 7 اکتبر گروه تروریستی حماس و چه حملاتی که از 8 اکتبر حزب الله شروع کرده در شمال اسرائیل داره انجام میده و بعد حملاتی که حوثی‌ها انجام دادن، گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق، گروه‌های نیابتی علیه اسرائیل بهشون دست دادن، در تمام اینها مقامات جمهوری اسلامی سعی کردن و که اینو رسما اعلام بکنن که این گروه‌ها، درسته که ما ازشون حمایت میکنیم و همه گروه های محور مقاومت هستند، اما تصمیمات و رهبری خودشون رو دارن و مثلا حمله 7 اکتبر که انجام شد تحت به دلیل تصمیمی بود که رهبری حماس در واقع اتخاذ کرد و این حمله رو انجام دادن و همینطور حزب الله و غیره. بنابراین واقعا به نظر میرسه که تمام مدت تلاششون اینه که انکار کنن، حتی در مورد همین حملات دقیق پیجری و در واقع بی سیم های اعضای حزب الله که در اون حمله دیدیم که سفیر جمهوری اسلامی در لبنان هم آسیب دید، مقامات جمهوری اسلامی مدن اعلام کردن، به نوعی گفتن، یعنی از خودشون سلب مسئولیت کردن و گفتن که پیجری که در باعث مجروح شدن سفیر تهران در بیروت شد به دلیل این بود که فردی که در کنار ایشون قرار داشت پیجری همراهش بود و اون پیجر اون انفجار باعث شد که ایشون هم مجروح بشه. یعنی به نوعی دارن داستان خودشون رو از این در واقع میخوان تاکید بکنن، میخوان اصرار بکنن که ما داستان ما در این به این خونهایی که در این جنگ داره ریخته میشه آلوده نیست. اینکه تا چه حد جامعه بین‌الملل بتونه اونها رو در واقع سر عقل بیاره یا بهشون فشار بیاره باز هم مشخص نیست. در آنچه که در 2 سال گذشته پس از خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی دیدیم، متوجه شدیم که در واقع موضع گیری هایی که کشورهای غربی می کنن عمدتاً شفاهی هست، در عمل ما چیز خاصی از کشورهای اروپایی و همینطور ایالات متحده آمریکا، دولت آقای جو بایدن ندیدیم و واقعاً این که در نیویورک تیمی که الان از جمهوری اسلامی ایران به نیویورک سفر کردن و ظاهراً آقای ظریف هم که میدونیم نقش مهمی در مذاکرات برجام داشتن الان همراه این هیئت هستن، این که در مذاکراتی که الان دارن انجام میدن با کشورهای غربی چه کار خواهند کرد باید منتظر موند و دید. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم آقای امیر. من از خانم منظوری پرسیدم که جامعه جهانی چیکار خواهد کرد، ایشون کامل به ایران هم پرداختن. حالا شما هم به همین سوال جواب بدید، ارزیابیتون از معادلات الان، چون گفتن که وضع خارجه قطر میشه که داره میره لبنان، ارزیابیتون از بازی جامعه جهانی، فشارهای آمریکا، بازی اروپا و همچنین بازی ایران چیه؟ بیشتر از شما میخوام بدونم آیا احتمال میدید ایران پاش به جنگ کشیده بشه؟ بیشتر در واقع میخوام به ایران تمرکز کنید. باشه، من ایران رو بعداً جواب میدم، ولی در مورد بخش نخست سوال شما یک جمله میتونم بگم که تمام دل مشغولی جامعه جهانی به ویژه من در مورد کشورهای اروپایی و ایالات متحده صحبت میکنم این است که جنگ گسترش پیدا نکنه، به صورت یک جنگ تمام عیار در نیاد، به دیگر نقاط منطقه کشیده نشه و حکومت ایران در اون دخالت نکنه و به این جهت هم بیشتر این فشار رو بر اسرائیل وارد میکنن، گرچه احساس میکنن که ایالات متحده در 2 روز اخیر تغییر سیاست داده و در حالی که پیشتر فشار می آوردن که اسرائیل به یک جنگ تمام عیار در لبنان نپردازه، الان موافقت کردن و دست اسرائیل رو تا حدودی آزاد گذاشتن. در مورد حکومت ایران بارها گفتم و تکرار میکنم، الان رژیم ایران در حدی فلک زده، بیچاره، ناتوان، معلول هست و انقدر وضع اقتصادیش بده، وضع مدیریتیش بسیار بسیار بده، حوادث پشت سر هم رخ میده و توان جنگی نداره حکومت ایران. به من بگید که عجب تو چی میگی وقتی که اینا موشک‌های نقطه‌زن و هیپرسونیک و دیگری دارن، ولی من ادعا میکنم که توان جنگی نداره حکومت ایران، نیروی هوایی نداره، نیروی زمینی اصلا به کار نمیاد، مطرح نیست و انسجام ارتشی نداره. برتری تکنولوژی اسرائیل امروز دیگه جنگ فقط
بمب و اینا نیستش، تکنولوژی هست و ما این رو سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته در لبنان دیدیم. این است که من ارزیابی میکنم که رژیم ایران وارد جنگ نخواهد شد. یه نکته دیگر رو میخوام یادآوری کنم، یعنی دو نقل قول از زبان خمینی بکنم. و نقل قول اول این است که باید بیشترین تلاش رو کرد و برای حفظ موجودیت حکومت اسلامی حتی میشه اجرای فرائض دینی اسلام رو به طور موقت متوقف کرد. هدف این است که حکومت اسلامی بماند. نقل قول دوم خیلی متشکرم. قول خمینی ما باید تلاش خودمون رو بکنیم، اگر موفق بشیم یا شکست بخوریم این رو خدا تعیین میکنه. این دو اصلی است که سیاست حکومت ایران و حزب الله رو در منطقه هدایت میکنه. خیلی متشکرم. آقای ثابتی، میگفتید از مصائب جنگ و اینکه سکه دو رو داره. خیلی ممنون از لطفا. من میخوام یه تجربه تاریخی رو بهش اشاره بکنم. شما ملاحظه بفرمایید، یک ادوارد سعید فلسطینی داشتیم و یک آقای دانیل برنبویم اسرائیلی، یک نفر موسیقیدان. ادوارد سعید هم که ایرانیان به خوبی میشناسن، روشنفکر نامدار. این دوتا چه کار کردن؟ اینا اومانیست بودن، یعنی اسیر نه قبیله گرایی سیاسی بودن نه قبیله گرایی مذهبی. اینها دو انسان رو به مثابه انسان میدیدند، نه اینکه من مسیحی هستم مثلا یا مسلمان یا یهودی یا فلسطینی هم یا مثلا اسرائیل. اینها آمدند یک اورک سال 1999، یعنی 25 سال قبل، یه ارکستر دیوان غربی شرقی رو با الهام از همون اثر معروف گوته به منظور ایجاد تفاهم در خاورمیانه بین اسرائیل و فلسطینی‌ها بنیاد داد. حالا همون شاهکار گوته خودش ملهم از چی بود؟ از حافظه، از فرهنگ ایرانیه. اصلا 12 گفتار که داره اون اثر شاهکار گوته، مثلا ببینید عنواناشو، یکیش هست حکمتنامه، یکی هست مهرنامه. حالا یعنی میخوام عرض کنم این از مهرنامه فرهنگ ایرانی چجوری میتونه کمک کنه به حل مشکل، به جای اینکه ما مثل بازی فوتبال نگاه بکنیم، بخوایم طرف یکی از دو طرف مناظره بگیریم، بیان بیرون فراتر بالاتر. ببینید امسال 300مین سالگرد تولد کانت در همه مجامع آکادمیک دنیا جشن گرفتن. این کانت بوده 300 سال قبل راجع به صلح صحبت کرده. ولی چی میگفته؟ میگفته این صلح از ذهن ما شروع میشه، یعنی ما تخیل اخلاقیمون رو باید عوض بکنیم، وضعیت طبیعی رو نه جنگ بلکه صلح ببینیم. حالا آقای برنبویم، آقای سعید میان اون ارکستر رو بنیاد میذارن و جالب این که 3 سهمیه سالانه هم به موسیقیدانای ایرانی آقای برنبویم اختصاص میده. یعنی میگه این خاورمیانه که میگیم فقط اعراب و اسرائیل نیستن، ایرانی هم در اینجا سهیمن. اگه قرار صلح بشه ایرانی هم باید اینجا نقش مهم بازی کنن. حالا تو این ارکستر انقدر موفق بود که آمدن سال 2016 آکادمی سعید برنبویم تو برلین افتتاح کردن. حالا من نمیخوام توضیح بدم، میخوام بگم چی یاد میدن اونجا به این جوانای خاورمیانه. سالی 90 تا دانشجو میگیرن، میگن بله دیگری هست، با تو تفاوت داره، اختلاف نظر هم داره، اما همکاری و همزیستی باید بکنیم. یعنی اختلاف نظر هست اما اختلاف نظر رو نه با خشونت بلکه با خشونت پرهیزی باید حل کنیم. چطور؟ از این طریقی با هم گفتگو بکنیم. ما تا با هم گفتگو نکنیم، ببین قبیله گرایی یعنی من یه چهره اهریمنی از طرف مقابل و دیگری هم از من همین رو ترسیم میکنه. سیاست مدارام اکثرا از این خوششون میاد چون اینجوری میتونن رأی بیارن، یعنی ما در برابر اینها رأی میاره. در همه جای دنیا متاسفانه، حالا در خاورمیانه خیلی بدتره. حالا اینجا باید بفهمیم این منازعه بر سر مرز و آب و نفت و منابع دیگه نیست. به نظر بنده خود آقای برنبویم من توی مقاله درخشان تو گاردین نوشتم، میگن یه منازعه عمیقا انسانی بین دو گروه از انسانهایی که رنج کشیدن و آزار دیدن، یعنی هر دو طرف این انسانیت یکدیگر رو باید به رسمیت بشناسن. اینقدر راجع به هیولا بودن و اهریمن بودن طرف مقابل صحبت نکنه. ببینید این منازعه اعراب و اسرائیل واقعا از 40-50 سال پیش بدتره.
مثلا شما مستند من راجع به زندگی موشه دایان میدیدم، یعنی چند قسمت بود در جشن عروسی یکی از فرزندان آقای موشه دایان، این اعراب شیوخ عرب دعوت بودن، یعنی خیلی هم ساده بود. یعنی اصلا شما الان میتونید تصور بکنید که مثلا یکی از مقامات چه کشورهای عربی چه اسرائیل ازدواج بکنه، مثلا ازدواج باشه، یکی از اونها بیاد توی این مراسم دعوت باشه، اصلا نمی چرا. نشون میده این استخوان لایزخ، این زخم هر چی مونده بدتر شده، چون فکر صلح اصلا رفته، همش فقط بحث موزه اینه که حالا ما یه جنگ بکنیم برای 10 سال مثلا، یه مدتی در یه وضعیتی باشیم، باز اونها یه کارهای تروریستی بکنن، فلسطینی ها، حماس و حزب الله. یعنی بنیادی باید قضیه حل بشه و بنیادش هم آقای برنبوی میگم بنیاد بر عدالته، یعنی امنیت باید، امنیت من اسرائیلی وقتی تعمیم میشه، این حرف من نیست، آقای برنبوی اسرائیلی میذارم، وقتی که عدالت هم برای اون فلسطینی تعمیم بشه، یعنی ما نگرشون از دعوای سیاست مدارا و جنرالا بیاریم بیرون، بریم از دید کانت نگاه کنیم به دنیا، از دید ادوارد سعید نگاه کنیم، متشکرم. از دید اومانیست نگاه کنیم، جور دیگه ای نگاه میکنیم به قضیه. خیلی متشکرم آقای ثابتی، وقتم تموم شده، کم 3-4 دقیقه وقت دارم، میخوام منظور لطفاً کوتاه‌تر از 2 دقیقه. درست میگن آقای ثابتی، منتها مسئله این هستش که میدونی یه جایی مثل جمهوری اسلامی اومده میگه آقا من انتفاضه سنگو تبدیل کردم به انتفاضه موشک و صحبت انسانیت من انسانیت هم نداره، هیچ جوری هم نمیتونه با علی خامنه‌ای کنار بیاد، یعنی فردا بهش میگه 500 میلیارد دلار بهت میدیم، قبول نمیکنه، اصلا چیز میگه نابودی اسرائیل، تازه نابودم بکنید باز کوتاه نمیاد. اینجا شما با این وضعیت طبیعتاً حزب الله لبنان هم با این حملات بسیار جدی که اسرائیل داره امروز فعلا که کنار نخواهد اومد و این جنگ ادامه میکنه، پیش بینی که میکنید از تحولات حداقل فردا و پس فردا و مذاکرات جامعه جهانی، آیا فکر میکنید جنگ به ایران کشیده خواهد شد؟ آیا فکر میکنید جنگ ممکنه، سوال دقیق تر، ممکنه از کنترل خارج بشه؟ چون الان دیدم لوفتانزا اعلام کرده که هیچ سفری من به تهران و اسرائیل نخواهم کرد. بله، این جنگی که میفرمایید آقای ثابتی هم اشاره کردن، آقای امیر هم اشاره کردن و همه مردم خاورمیانه و همه ماهایی که از خاورمیانه هستیم به نوعی حس کردیم در نزدیکی یک سال گذشته واقعا شروع شده. این که گسترش پیدا کنه به نظر میاد که در این 11 ماه گذشته آنچه که دیدیم اینه که این جنگ همش در حال گسترش پیدا کردن بوده و تا امروز هم ادامه پیدا کرده و واقعا هر روز بدتر شده، به جای اینکه تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای منطقه و کشورهای غربی در مذاکراتشون با کشورهای مهم منطقه خاورمیانه به ثمر بشینه در راستای برقراری آتش بس، تبادل در واقع آزاد شدن گروگان‌هایی که حدود 100 نفر هنوز هستن، گروگان‌های اسرائیلی که در نوار غزه هستن، معلوم نیست چه تعدادشون زنده هستن یا ممکنه از بین رفته باشن. منظورم اینه که شرایط بدتر و بدتر شده. یادمون نره که در چند ماه گذشته یک ناآرامی گسترده رو در دانشگاه‌های به ویژه ایالات متحده آمریکا شاهد بودیم که خیلی‌ها اسمش رو گذاشتن انتفاضه آکادمیک. اینها همه برمیگرده به همون مسئله آموزش که آقای ثابتی هم در صحبتشون به خوبی بهش پرداخت و نشون میده که چقدر مهمه. منظورم اینه که این جنگ حالا در واقع خاک ایران هم وارد یک جنگ خونین بشه یا نه، من نمیخوام وارد اون قسمت بشم چون واقعا نمیتونم پیش بینی کنم، ولی اون چه که همه ما میدونیم و مسلم هست اینه که مردم ایران سالهای سال هست که در یک جنگ اقتصادی دارن به سر میبرن، منابع ملی ایران داره خرج خونریزی و کشتار و تسلیح کردن گروه های نیابتی میشه و غیره. در پایان عرایزم خواهش میکنم که میخواستم خواهش کنم ازتون اجازه بدین یک مقایسه بکنم به اعترافات خود حسن نصرالله که این ضربه اخیر رو پذیرفته. وقتم تموم شده، دیگه مقایسه نمیرسیم، ازتون عذرخواهی میکنم، روی ماهتون رو میبوسم، بسیار بسیار سپاسگزارم. از مریم منظوری روزنامه‌نگار از واشنگتن، عرفان ثابتی پژوهشگر فلسفه و جامعه‌شناس از منچستر و من شمیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم که متاسفانه وقت نشد یه سوال خیلی مهم رو از ایشون بپرسم. حضرت حافظ میگه که سخن را گر همه یک جمله دستور انگاریم، تو سعدی خبر بودید و با مبتدا. حافظ مگر دل میکنم از تو، یا بهمان به راه انداز که با حسرت بدارد میکنم. حافظ خدا حافظ.